سلام و درود خدمت شما عزیزان همراه با رسانه موزیکلند. عشق تو چشام جمع شده انقدر که قبل این برنامه خندیدیم. فراخ قدسی هم اینجاست. فراخ من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان و در خدمتتونیم با 6 اجرای ضعیف برنامه The Voice به نسبت. قطعا همینطوره، به نسبت، یعنی امکان داره که کارهای از اینها ضعیف‌تر هم باشه، اما این 6 تا اجرا قطعا جز اجراهای بسیار ضعیف دور مقدماتی بودن و خیلی جالبه که دو تاشون هم مثلا رفتن برای مرحله بعدی با این اجراها. هوای گریه دارم تو این شب بی‌پنا، دنبال تو می‌گردم، دنبال یک تکیگاه، دنبال اون دلی که تنهایی رو می‌شناسه، دستای عاشق من لبریز التماسه، هزار و یک شب من پر از صدای تو بود، گریه هر شب من فقط برای تو بود. این دوستان گفته بود که من 28 ساله دارم آموزش میدم و نمیدونم دارم کارم موسیقی و ظاهرن استودیوی ضبط هم داره. چیزی که من دیدم توی این اجرا استرس فوق‌العاده زیادی بود که توی صداش مشخص. در کنار این استرسی که میگی که همه داشتن، فالشی‌های خیلی عجیب و غریب بود، اصلا خارج از جو زمین بود. و واقعیت اینه که ببین کسی که 28 سال کار میکنه اصلا استرس که باید براش رفته باشه کنار. 28 سال یه عمره، یعنی تایم کمی نیست. حالا ما کاری به این ادعا نداریم، اجرا رو داریم میبینیم. یه زمانی تو دوره تینیجری ما تب شادمهر بود، اگه یاد باشه، هر کسی میخواست خواننده بشه باید شبیه شادمهر میخوند که بهش میگفتن خواننده خوبی هستی. این نوع خوندن و ادای شادمهر رو در آوردن مال این دوره نیست، یعنی این اولین اشتباهی خواننده. دوم این که خب فالشی خب یه بار دو بار سه بار نه. از اول ما میگیم آقا شروعش استرس داشت. اکثر خواننده‌هایی که داخل این برنامه بودن نیمه اول اجراشون معمولا استرس رو توش میدی و خوب اجرا نمی‌کردن، ولی از نیمه بعدش می‌دیدی که خودشون رو پیدا می‌کنن. کسی که اینقدر تجربه داره قطعا نباید تا انتهای کار فالش باشه و حالا تحریراش در بره. ای حیره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه ی رفتن تو باید بسازی با من، تو باید مثل بیامون سر انتظار بدونی عبر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی. چیزی نی کمارم بود شکر. تو باید مثل بیامون سر انتظار بدونی عبر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی. این دقیقاً همون انتخاب درسته است. اگر یکی از کارهای کاوه آفاق یا مثلا فریمن رو اجرا میکرد باری کلا، یا مثلا کاوه یغمایی رو، شاید میتونست یک ذره توجه رو به خودش جلب کنه. بری یک آهنگی رو از یکی از با احساس ترین صداهای ایران انتخاب بکنی و بیاریش توی این قالب مشخصه گوش من مخاطب با این اجرا چفت نمیشه. یه درصد بسیار بالایی داخل این برنامه های استعدادیابی هوشمندی خواننده است توی انتخاب آهنگ. شما سبکت اصلا چیه؟ داری تو چه فضایی میخونی؟ برای چی میای آهنگ؟ یک آهنگ، یک صدای مخملی با احساس رو برمیداری میاریش توی قالب راک که حالا یه مقدارم خشنه. این هوشمندیه باید باشه، وگرنه تبدیل به همچین فاجعه ای میشه. ممکنه این خواننده خواننده خوبی هم باشه. انتخاب آهنگی یکی از مهمترین المان هایی که توی همین المان اولی دوست عزیزم آقای جف بود فکر میکنم اسمش بود، توی همین انتخاب اول شما اشتباه کردی و پر اشتباه کردی. شما اصلا سبکت این نبود و باید از یک کار دیگه و یک ملودی دیگه رو باید انتخاب میکردی برای اجرا کردن. خودم اینجا دلم اونجا همه راز و نیازم اونجا میکنم دلم دل نازم اونجا دلم میخواد به اصفهان
تحریرهای ایرانی زدن سالها تجربه میخواد. اگر مقداری ضعیف داخل اون تحریرهای ایرانی بتونی بخوای ظاهر بشی، از این ور بوم میفتی و کاملا به قهر چاه میری. سجاد عزیزم، شما جدای از اینکه استرست رو نتونستی کنترل بکنی که هیچ نقطه اول یا دوم در اجرا رو اصلا ندیده گرفتی، احساس شما هیچ گونه احساسی در اجرا نداری و یکی از ابتدایی ترین مسائل داخل خوندن صداسازیه. یه چیز خیلی ابتدایی و اولیه است که شما باید بدونی چجوری از حنجرت صدا رو خارج بکنی که صدای دلنشینی داشته باشه، نه همونجوری که حرف میزنی نباید توی خوندنت هم همونجوری ادا بکنی. البته اشتباه نگیره این قضیه رو بگم، اون صداسازی که داره میگه یک تکنیکه با تغییر لحن دادن که مثلا خیلی الان مد شده اینجوری میخونن، اون این صداسازی نیست، این تغییر لحن دادنه، صدا رو لش کردنه. حالا درسته صداسازی آموزش داره، تکنیک داره و حالا مراحلی داره که اکتسابیه، یعنی شما میتونی بری آموزشش رو ببینی، ولی خب دیگه من نمیدونم کسی که داره میخونه و ادعای خوندن داره و حالا آخرش هم به داورا میگه که ببینم کدومتون جرأت دارید توی دستگاه اصفهانی چیزی اجرا بکنید، من حالا این حجم از اعتماد به نفس ستودنیه واقعا. برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم پل بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه، برای زخم شب مرهم بسازی، کسی به یاد مریم های پرپر، کسی به فکر کوچه کفترانی. من احساس میکنم این دوستمون چون که دید هیچ کدوم از داور رو من نگشت، پیش خودش کن بذار یه کاری بکنم، یه گندی تو شهر بذار، بذار برنامه رو کلن خراب کنم. به نظر تو بهترین کار کارنامه گوگوشی پول بدون شک یک همچین شاهکاری رو چجوری باید اجرا بکنی که باعث دافعه بشه؟ قطعاً این افرادی که اومدن داخل این برنامه از بین صدها نفری بودن که کار فرستادن و تایید شدن که بیان داخل برنامه، مطمئنن پتانسیل دارن. ولی ببین استرس تا یه جایی قابل قبوله، ولی وقتی تا انتهای آهن کلن کار خوب اجرا نمیشه، بدون احساس اجرا میشه، بدون تحریر اجرا میشه و تمام نوتا خیلی هاشون فالش میشه، دیگه نمیشه، واقعا نمیشه ازش گذشت کرد و جزء 6 تا کار بعد این برنامه قرار میگیره. پرنده تو بودی پیرهن پری، رفت و گم شد تو غروب، از همه برید اون که روی عاشقی سنگه کشید، جفت پر شکست شد. ویبراهای بیش از اندازه، بدون احساس و استرس خیلی زیاد و گم کردن ریتم. دقیقاً این نمود اون بحثی بود که داخل برنامه اول داشتیم، این ویبره دقیقاً اینجا خودشون نشون داد. ویبره زیاد زدن دلیل بر خوب خوندن نیست. حساب کن یک نفر داره یک کاری میخونه از اول تا آخر، چهچه ایرانی بلده، رفته آموزش دیده یاد گرفته، از اول به بسم الله آهنگ شروع کنه با چهچه تمام کلمات و تمام بیتا و تمام مصرع رو بخواد با چهچه بخونه تا تهش. ببین هر صاحب آدم خود میکنه. هر چیزی داخل موسیقی، داخل خوانندگی از حدش بیشتر شد آزاردهنده میشه. تحریر جا داره، ویبره جا داره، اصول دارن، اینا باید بر اساس اون ملودی که داره برای شما طراحی میشه، نوشته میشه، باید این تحریرها و ویبراها رو استفاده بکنی. بیشتر از اون بزنید معنیش این نیست که خواننده خوبی هستی. گل سنگم، گل سنگم، چه بگم از دل تنگم، مثل افتاب
ببین همون جوری که برای ما سبک فیوژن، سبک بلوز چون از بچگی اونو گوش ندادیم یه مقدار سخته، چون چیزی که تو باش بزرگ نشدی بخوای اجراش هم بکنی سخته. ایشون هم بازم انتخاب اشتباهی کرده برای اجرای کارش، برای انتخاب آهنگش، چون ایشون هم اون دستگاه اصفهان ممکنه خیلی براش مثل موم تو دستش نباشه مثل خیلی از ایرانی ها. به این دلیل یکی از ایرادایی که میشه بهش گرفت بود که انتخاب آهنگ بدی داشت به نسبت سبک خوندنش و چیزی که باش بزرگ شده. اگه یادت باشه توی یه برنامه استیجی که من و تو میذاشت، شهرام آذر یک حرفی رو به نیکیتا زد، گفت که شما باید اگر میخواید توی مارکت فارسی فعالیت بکنید باید اول با کلام همراه بشی، ارتباط برقرار بکنی و بدونی چی. من احساس میکنم که این خانوم بر اساس اون حالا زندگی در یک کشور دیگه نمیدونست چه کلامی رو داره استفاده میکنه، وگرنه این احساس، این حد از احساس رو پایین در یک کار هزینه کردن واقعا عجیبه. اونم در رابطه با گل سنگم که یک کار عاشقانه کلاسیک ملیه که تقریبا تمام ایران شنیدنش. اجرا کردن این کار نیازمند اینه که شما بدونی اون کلامی که داری اجرا میکنی چیه. اگر شما در خودتون توانایی و یا استعدادی میبینید، به نظر من توی مارکت ایرانی نمیتونید به اون موفقیتی که باید دست پیدا کنید. برید به اون سمتی که کلامش رو متوجه میشین و میتونید به بهترین شکل ممکن اون کلمات رو ادا بکنید و احساس روش سوار بکنید برای اجرا. این هم شش اجرای ضعیفی بود که توی شش قسمت اول و یا مقدماتی برنامه The Voice ما شنیدیم. حالا خیلی جالبه که یکی دو نفرشون هم رفتن مرحله بعد. حالا این به مرحله بعد رفتن شاید بتونه یه فرصت دوباره بهشون بده که اگر دلیل خاصی داشته این اجرای بعد، بتونن توی مرحله بعد اونو پوشش بدن و بیان جبران بکنن. ما امیدواریم که همچین اتفاق. بسیار عالی. نظراتتون رو حتما برامون بنویسید. خیلی برامون مهمه. نظراتتون رو میخونیم و تا جایی که بشه پاسخ میدیم. ارادتمندم. خدا نگهدار.